به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. دکتر عبدالله اشرف غنی منافق است. دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت و از رقیبان انتخاباتی اشرف غنی میگوید که آقای غنی ثابت کرده است که شخص نفاق افغانی است. آقای عبدالله این سخنان را در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه که دیروز سه شنبه 14 عقرب منتشر شد بیان کرده و افزوده که اشرف غنی در مدت ریاست جمهوریش به هیچ وعده خود عمل نکرده است. او افزود که آقای غنی وعده داده بود فساد در افغانستان را ریشه‌کن میکند، اما به این وعده خود عمل نکرده است. دکتر عبدالله همچنین غنی را متهم کرده که به جای صلح برای بقای خود در قدرت تلاش میکند. این در حالی است که ریاست جمهوری هفته گذشته یک طرح هفت‌ماده‌ای را برای صلح ارائه کرد، طرحی که از نظر دکتر عبدالله فهرست آرزوهاست تا طرح صلح. در این طرح به مسائل چون خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، همکاری های پس از خروج این نیروها در مبارزه با حراس افغانی، آغاز گفتگوهای بین الافغانی، آتش بس و سایر موارد تاکید شده است. دکتر عبدالله در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه بار دیگر این طرحها را غیر قابل تطبیق خوانده و گفته که هیچ کس این هفت مورد را به حیث یک برنامه مطرح نکرده، بلکه این طرح فهرست از آرزوها است. او افزوده هیچ کس این طرح را جدی نمیگیرد، نه مردم افغانستان و نه هیچ کسی دیگره. اظهارات پیشین دکتر عبدالله درباره این طرح با واکنش تند ارگ ریاست جمهوری روبرو شده بود. سخنگوی ریاست جمهوری این اظهارات را داوری ضعیف سیاسی آقای دکتر عبدالله خوانده بود. او در مصاحبه امروزش همچنین به شکلگیری یک تیم مذاکره کننده فراگیر با شمولیت دولت افغانستان تاکید کرده است، موردی که حکومت در گذشته با انجام تلاش های موفق به این کار نشده است. دکتر عبدالله گفته است که هر گونه مذاکرات آینده در مورد صلح باید شامل مذاکره کنندگان از دولت افغانستان باشد، چه توسط او رهبری شود و چه از طرف غنی. او گفته است این تیم باید فراگیر باشد و دولت بخشی از آن باشد. با نتیجه انتخابات احترام میگذارم. دکتر عبدالله که پیش از این ادای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کرده بود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که اگر روند انتخابات شفاف باشد، با نتیجه آن احترام میگذارد. او در عین حال با انتقاد از کمیسیون مستقل انتخابات گفته که این کمیسیون نتوانسته که آنچه در روند شمارش آرا اتفاق میفتد را به مردم و نمایندگان دسته های انتخاباتی توضیح دهد. دسته انتخاباتی او نیز روز گذشته اعلام کرد که بیش از 300 هزار رای تقلبی هنوز هم در سرور کمیسیون مستقل انتخابات موجود است و سرنوشت آن روشن نشده است. رئیس اجرایی نیز در این مصاحبه گفته با آن که انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از تجهیزات بایومتری به هدف جلوگیری از تقلب برگزار شد، اما رای های تقلبی در این انتخابات هم به کار گرفته شده است. با گفته او برخی عکس های ثبت شده توسط دستگاه های بایومتری تکراری است و در برخی موارد شناسنامه های جعلی استفاده شده است. عبدالله و غنی در سال 2014 نیز دو رقیب انتخاباتی بودند، اما با بچالش روبرو شدن انتخابات و نپذیرفتن نتیجه از سوی دکتر عبدالله حکومت وحدت ملی با میانجیگری وزیر خارجه سابق امریکا تشکیل شد. تقابل غنی و عبدالله، سلاخی اخلاق در قربانگاه قدرت. پنج کار مشترک در یک حکومت ائتلافی، آن هم در شرایطی که هیچ نقطه مشترک در عقبه سیاسی، برنامه مدیریتی، تحصیلات و سوابق و کارنامه و حتی شخصیت فردی دو طرف وجود ندارد، هنری است که تنها اشرف غنی و عبدالله رهبران حکومت وحدت ملی از آن برخوردارند. آنها در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب هم دیگر بودند، در نتیجه افسون آمریکایی جان کری وزیر خارجه اسبق ایالات متحده آمریکا رهبری دوگانه حکومتی یگانه را عهده‌دار شدند.
اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله اما در طول این سالها هرگز همسو نبودند. آنها حتی در برنامه ریزی سفرهای خارجیشان نیز دچار اختلاف بودند. در بعضی از نشستهای مهم که قادر به توافق برای شرکت یکی از دو طرف نمی شدند، به ناگزیر هر دو شرکت می کردند. عزل و نصب مهره ها، تقسیم صلاحیت ها و تصمیم گیری درباره مسائل مهم ملی از پایه های ثابت اختلاف های عمیق و پایدار دو رهبر در طول 5 سال گذشته بود که در آخرین مورد با کنارگیری صلاح الدین ربانی، مهره منصوب شده توسط دکتر عبدالله عبدالله و جابجایی عناصر وابسته به اشرف غنی در این وزارت بار دیگر رخ نشان داد. با این حال 5 سال کار مشترک در اوج اختلاف و جز افسون امریکایی جان کری هنری بود که به مدد اکسیر اجازگر قدرت فراهم شده بود. در واقع منافع مشترک اجازه نمی داد تا دو طرف به اندازه بر مواضع اختلافیشان بر مغلوب کردن رقیب پافشاری کنند که همه چیز خراب شود و در نتیجه منافع هر دو زائل گردد. این امر سبب می شد تا هر دو سوی این جبهه اصول نانوشته‌ای را در تقابلشان در نظر بگیرند. آنها هیچگاه به اندازه همدیگر را تخریب نکردند تا وضعیت به مرحله بحرانی و خطرناک برسد. البته تا زمانی که دولت باراک اوباما در واشنگتن بر سر قدرت بود و جان کری به عنوان وزیر خارجه آن کشور کار میکرد، واشنگتن ابعاد و دامنه اختلافات غیر قابل حل دو رقیب آشتی ناپذیر را به گونه مدیریت میکرد که حکومت ائتلافی و عمیقا اختلاف وحدت ملی به طور کامل فرو نپاشد. اما پس از آن ظاهرا دو طرف به این نکته پی بردند که اگر بقای خود در قدرت را میخواهند، باید کار ائتلافی در اوج اختلاف را یاد بگیرند و به برخی از اصول غیر رسمی و نانوشته احترام بگذارند. به همین دلیل بود که در شمار از موارد که حیات و بقای حکومت ائتلافی آنها به خطر می افتاد، هر دو چهره رقیب به طور غیر قابل باوری در کنار همدیگر قرار می گرفتند و در حیات دو متحد ظاهر می شدند. به گونه مشخص این رویداد در زمینه استادگی آنها در مقابل انتقادهای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و اطرافیان او از کارکرد حکومت وحدت ملی رخ می نمود. با این همه اگنون که تاریخ مصرف حکومت حیرت آور ساخته جان کری رو به پایان است، به نظر می رسد اصول اخلاقی کار مشترک دو رقیب نیز فرو می ریزد و مرزهای احترام یکی به دیگر می شکند. یکی از نمونه های آن موضع‌گیری اخیر دکتر عبدالله عبدالله علیه اشرف غنی است. آقای عبدالله گفته است که آقای غنی ثابت کرده که فرد نفاق افغان و منافق است. او این سخنان را در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه بیان کرده که روز 3 شنبه 14 عقرب منتشر شد. او افزوده که اشرف غنی در مدت ریاست جمهوریش به هیچ یک از وعده هایش عمل نکرده است. با گفته او آقای غنی وعده داده بود فساد را از افغانستان ریشه‌کن میکند، اما به این وعده خود عمل نکرد. دکتر عبدالله عبدالله همچنین غنی را متهم کرده که به جای صلح برای بقای خود در قدرت تلاش میکند. این در حالی است که ریاست جمهوری هفته گذشته یک طرح افت مادهی را برای صلح ارائه کرد، طرحی که از نظر دکتر عبدالله عبدالله فهرست آرزوهاست تا طرح صلح. او افزوده هیچ کس این طرح را جدی نمیگیرد، نه مردم افغانستان و نه هیچ کسی دیگر. اظهارات پیشین دکتر عبدالله عبدالله درباره این طرح با واکنش تند ارگ ریاست جمهوری روبرو شده بود. سخنگوی ریاست جمهوری این اظهارات را داوری ضعیف سیاسی آقای عبدالله خوانده بود. حملات لفظی تازه و کم سابقه آقای عبدالله علی آقای غنی و پاسخ سریع و صریح ارگ ریاست جمهوری به آن نشان می دهد که دیگر هیچ یک از دو طرف این دعوای 5 ساله خود را ملزم به رعایت اصول نانوشته حاکم بر کار مشترک نمی داند. آنها دیگر حتی بدیهی ترین مبانی اخلاقی احترام و رفتار انسانی مبتنی بر سنت افغانی را هم رعایت نمی کنند. با وقاحت همدیگر به صخره می گیرند.
با استفاده از زننده ترین تعابیر در برابر یکدیگر موضع می گیرند. رقیب را آشکار تحقیر می کند، به محابا اتهام می بندند و سعی دارند بار سنگین مسئولیت ناکارآمدی، فساد، قومگرایی، سوی مدیریت و بحران های ویرانگر 5 ساله را بر دوش یکدیگر بار کنند و با تخطئه جانب مقابل خود را تبرئه کنند. پرسش این است که چرا پس از 5 سال کار مشترک در اوج اختلاف و ناسازگاری در همه آباد اگنون این اتفاق رخ می دهد، پرده ها دریده می شود و اعتبار اصول مورد احترام رنگ می بازد. پاسخ کوتاه و روشن از مناسبات قدرت دو طرف دیگر هیچ آینده برای بقای کار مشترک در دستگاه قدرت قائل نیستند و می دانند که با اعلام نتایج انتخابات دیگر نمی توانند در کنار همدیگر باز هم حکومت ائتلافی تشکیل بدهند. بنابراین در آخرین روزهای عمر حکومت ائتلافی مستقر می خواهند بگوین هر آنچه را در طول این سالها به خاطر حفظ قدرت و بقای منفعتشان نگفتند. دوستان عزیز، قابل ذکر از خبری که خدمت شما تقدیم گردید نقل شده از خبرگزاری افق می باشد و تیم کاری کانال جنرال انفو در این مورد کدام نظری خاصی ندارد. سپاس از اینکه با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.